کتاب‌های تاریخ علم پر است از نام مردان دانشمند: نیوتن، انیشتین، داروین، هوکینگ و برنرزلی، و این فهرست ادامه دارد. از دانشمندان زن اما در تاریخ علم کمتر می‌شنویم. سال 2020 است و هنوز این تصویر بیشتر لابراتوارهای رشته‌های علمی و مهندسی در دانشگاه است. تصویری که نشانگر حضور کمرنگ زنان در این عرصه است. از کل پژوهشگران حوزه STEM یا همون رشته‌های علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی کمتر از 30% زن هستند. همین نسبت در دانشجویان رشته‌های مانند مهندسی و ریاضی دیده می‌شود. زنان فعال در این حوزه‌ها کمتر از پژوهشگران مرد مقاله تحقیقی منتشر می‌کنند و کمتر هم حقوق می‌گیرند. این شرایط اما زنان دانشمندی مانند پردیس ثابتی را مایوس نکرده. استاد ایرانی دانشگاه هاروارد و از نامدارترین متخصصان ژنتیک و ویروس‌شناسی در جهان، خانم ثابتی معتقد است که زنان باید قدرتمند شوند تا بتوانند به زنان دیگر کمک کنند. One of my students at the time now a very successful entrepreneur Reedy Terrial said to me when I was having one of my worst moments where it was just awful and I was like why would I come in for this torture on a daily basis and she said for me for everybody else if you leave like what does that say to us And so I hate to break it to you, but it's not about you. It's about, you know, everybody that comes behind you. And that stuck with me. خانم ثابتی یک سال است که با آغاز همه‌گیری کووید 19 16 تا 18 ساعت در روز کار می‌کند تا روش جدید و سریع‌تری برای تشخیص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا پیدا کند. لابراتوار ثابتی در هاروارد با همکاری دانشگاه MIT یک کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن طراحی کرده. از طریق این کیت میتوان هزاران آزمایش را به صورت خودکار انجام داد و نتیجه هر آزمایش را همان روز مشخص کرد. تیم خانم ثابتی همزمان تلاش میکند که جهان را برای همه‌گیری های جدید ویروسی آماده کند. داریم دیاگنوستیک درست میکنیم که ویروس ها پیدا بکنیم. داریم با ماتماتیک کار میکنیم. ما خیلی از این الان این اپ ها که همه حرف میزنن اپ 6 سال پیش شروع کردیم درست کردن این اپ که یه چیزی که نمیدونم دیگه تو فارسی میگن ماشین لرنینگ یا آرتفیشل اینتلیجنس تو لب ما خیلی این کارا میکنیم که استفاده کنیم خیلی تکنولوژی ماتماتیک با کامپیوتر که بتونیم کمک کنیم که تندتر هم پیدا کنیم که چیه آدم دارن یا آدم مریضه چی دارن بعدن به همه هم بگن. تشخیص سریع و هشدار به موقع درباره همه‌گیری جان میلیون ها نفر را نجات می‌دهد. کاری که پردیس ثابتی چند سال پیش اینجا در غرب افریقا انجام داد، گوشه ای از جهان که ویروس ابولا بی صدا مرگ را تکثیر می‌کرد. تو 2012 یه پیپرم پابلش کردم با لب من که گفتیم که این ویروس ها هستن، ما فقط جوری نداریم که پیداش بکنیم. ما رفتیم تو هم نایجیریا تو سیرالیون شروع کردیم کار کردن، تو اباد سنگال کار کردیم که این لبا کمک کنیم که بهتر میتونن چیزا پیدا کنن. تو 2014 هست ایبولا آمد، این لبا که با ماشون کار میکنیم هم تو نایجیریا هم تو سیرالیون اولین کیس تو کشور پیدا کردن. همه اول فکر کردن ویروس ها هی از حیوانا دارن میان. این داشتیم نگاه میکردیم خیلی نشون داد که نه، این ویروس تو آدما هست الان، از آدم به آدم دارن میرن، بعد عوض کنی چطوری داری میری. بعد نشون دادیم که این ویروس دو ست میوتیشن داشته بود. این به دنیا دیتا بود که به دنیا نشون داد که این ویروس داره عوض میشه، بعد تند کار بکنیم. پردیس ثابتی در مسیر مبارزه با ویروس ابولا بعضی از دوستان و همکارانش رو از دست داد، موضوعی که انگیزه نوشتن این آهنگ شد. پردیس ثابتی در این قطعه میگوید که همه ما در این مبارزه با هم هستیم. یکی از تلاش‌های اخیر پردیس ثابتی آماده کردن نظام آموزشی و کودکان برای پاندمی‌های بعد از کرونا است.
او از آموزش در اینجا، مدرسه کوچک در ایالت فلوریدا آغاز کرده. قدمی که به گفته او هر قدر کوچک کمک می‌کند تا جان‌های کمتری در همه‌گیری‌های بعدی از دست برود. پردیس ثابتی امیدوار است که با تلاش‌های علمی‌اش بتواند به ایران، زادگاهش هم کمک کند. وطنی که به اجبار از آن دور شده، چون پدرش قبل از انقلاب از مقام‌های ارشد حکومتی بود. تو تهران به دنیا آمدم، بعدن سر 2 سال آمدم آمریکا. من ایرانی هستم و من خیلی کشور خودم دوست دارم، میخوام کمک کنم. تو لب خودم ایرانی خیلی زیاد دارم. بعدن میخوام آدم ها که تو لب من میرم، اونم میخوام انسان کنم که برن آدم دیگه کمک کنم. انسان هستن، بعدن کمکشون کنم که بگم چطوری میتونی، تو آمریکا میگن paid forward، تو یه چیزی خوب بکنی واسه یه آدم که میتونی خوب کنه واسه آدم دیگه، اینطوری میکنی. او بی سر و صدا کارهای انجام می دهد که جهان را دگرگون می کند. نمونه زنی دانشمند در دورانی است که هنوز فرصتهای برابر برای زنان و مردان در علم و فناوری مهیا نیست. اما او به ارزشهای خود وفادار است. من مثل نیستم که میگم مردی یا زنی است. من آدم انسان دوست دارم. به بچه ها جوونم میگم نه، دنبال نکن که من چیز باید خیلی بزرگ بکنم. برو یه آدم کمک کنی، بعد میبینی کجا میره، خیلی جالب تر میره. شیدا هوشمندی، بی بی سی.